آقای حسین مسیح از بازاریان سرشناس تهران بودند که تمام اموالشون رو در اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشتن و یکی از پرقدرت‌ترین حمایت کننده های مالی سازمان مجاهدین بودند که خودشون نهایتاً به ارتش آزادی بخش پیوستن. اینه که الان دیدم خواهر مجاهدم زینب صفایی به پدرش های صفایی اشاره کردن. یادم میاد که منم با های صفایی با همدیگه در کانون توحیدی اصناف اونجا با هم کار میکردیم. کانون توحیدی اصناف محلی بود که تو خیابون ناصر خسرو بود و اغلب تجار هوادار سازمان هم همه اونجا جمع بودن. اینجا خواستم یه یادآوری بکنم از شهدای گرانقدر آن روز، مثلا به نام های زهتابچی یادم اومد، های جواهریان یادم اومد، های علی اصغری و همچنین های صادقی و حاج حسین تهرانیکیا و همچنین حاج مصباح که شوهر خواهر خودم بود، که ضمناً 5 تا فرزندش هم همه با هم در با از جنایت رژیم خمینی و خامنه‌ای شهید شدند. کوچکترین آنها فاطمه مصباح 13 ساله بود که واقعا شرم بر این جنایتش بود. میخوام بگم کار ما تو کارن تودی اصلاف این بود که خارج از اینکه فعالیت سیاسی و میکردیم، جمع‌آوری کمک مالی هم برای سازمان انجام میدادیم، برای اینکه سازمان از اول پایه هایش روی کمک های مردمی بود، برای اینکه استقلال مالیش را بتونه حفظ بکنه. ما اونجا تو کانون تولید اصناف نسبتا همه وضعون خوب بود. من میخوام بگم به طور نمونه خود من کارخونه داشتم در یزد که صدها کارگر اونجا کار میکردن و رژیم همه اموال من من جمله همین کارخونه را به خاطر اینکه ما هواداری از سازمان میکردیم همش مصادره کرد. واقعا از کمک های خودمون تو بازار، بازاریان هوادار مجاهدین هم کمک های مالی زیادی میکردن و ما جمع‌آوری میکردیم و به سازمان میدادیم. الان که این کمک های مالی رو میبینم، گوش میدم به سیما رو میبینم، یادم میاد که مثل الان که همه برای دادن کمکشون به سیمای آزادی ساعت ها پشت خط منتظر میشن تا کمکشون رو اعلام کنن، اون وقتا هم بازاریان خود شما رو صدا میزدن و کمکشون رو به ما میدادن که به سازمان بدیم. مثلا از جمله بخوام بگم، یادم میاد یه خانواده ای که نسبتا وضعش هم خوب بود، یه روز من صدا کرد گفت بیا برو کارت دارم. وقتی که رفتم اونجا واقعا دیدم یه مقدار زیادی طلا و جواهرات به من داد و گفت میخوام اینا رو کمک سازمان کنم برو بده. ما هم همه اونا رو رفتیم تحویل دادیم.